درود دوستان عزیزم، به کانال خودتون خوش آمدید. لطفاً با سابسکرایب و زدن زنگوله و اشتراک گذاری ویدیوها، همچنین نوشتن حتی یک اوکی از ما حمایت کنید. سپاس. پیشرفت این نیست که خارجی ها بیان پول یک کشوری رو ببرن براشون برج درست کنن. اینا پیشرفت نیست. بعضی نگاه میکنن به بعضی از این کشورهای دوروبر ما، کشورهایی که ثروتشون نفت است، ببینن بله اونجا فرودگاه فرانجور داره یا برج فرانجور. نه، این پیشرفت نیست. اینی که خارجی ها بیان پول یک کشوری رو بگیرن، مردم اون کشور رو تحقیر کنن، براشون برج بسازن، این پیشرفت نیست. این عقب رفت است، این خسارت است. امروز بلندترین برج منطقه در بی‌ارزترین کشور منطقه است. این که پیشرفت نشد. پیشرفت این است که یک کشور، یک ملت با توان خود، با اراده خود، با تصمیم خود، با دانش خود، با ظرفیت خود، خودش رو به صفوف مقدم برسونه. این پیشرفت. و این در کشور ما به حمدالله اتفاق افتاده. مهمترین خصوصیتی که انسان را به پیشرفت و رها کردن وضع ناگوار فعلی ترغیب میکنه، عزت نفس و خودباوریه. جمهوری اسلامی در این 4 دهه ذره ذره حقارت و پذیرفتن حقیر بودن رو در وجود ملت ایران تزریق کرده تا مبادا روزی به قدرت خودشون باور پیدا کنن و خیال براندازی به سرشون بزنه. تراشیدن ریش یا ماشین کردن ریش به طوری که شبیه به تراشیدن باشه، از منظر شرع مبین بنابر احتیاط واجب حرام هست و در این حکم تمام مردان در تمام شؤونشون یکسان هستند. بنابراین شأن مرد به عنوان اینکه یک نوجوان هست یا شأن او به عنوان داماد تغییری در حکم الهی ایجاد نمی‌کنه. سیه میشه که عروس خانم و سایر بانوانی که به هر حال در مجلس عقد و عروسی شرکت کردن، در مجلس مردانه و آقایون شرکت نکنند، چون این یکی از مواضعی است که بسیار در معرض خطر و گناه قرار می گیرند. و این در حالیه که افراد یک جامعه وقتی مبتلا به نداشتن اعتماد به نفس باشند و قدرت خودشون رو دست کم بگیرن، برای پذیرش هر نوع نکبت و به جای معترض شدن به عامل نامطلوب، سعی میکنن خودشون رو با آن وفق بدن و سختیهاش رو تحمل کنن. و این چنین جامعه‌ای دورنمای خوبی نخواهد داشت. روزهای بهتر برای آنها وجود نداره و اوضاعشون روز به روز بدتر میشه. پذیرش ظلم و باور به ناتوانی در ایجاد تغییر، انسان رو تبدیل به موجودی رام و تو سری خور میکنه که هر بلایی میتونه به سرش بیاره و هر تجاوزی به شعور و حیثیت و انسانیتش میتوان کرد بدون آنکه کوچکترین اعتراضی از او سر بزنه. همچین توی تلویزیون اخبار میاد، میگه که در آمریکا 4 میلیون نفر ایدز دارن که خودشون خبر ندارن. چطور خود اونا خبر ندارن؟ تو خبر داری؟ تو از کجا فهمیدی که اون داره تو نداری اون داره؟ تو بحث پوشک و نوار کاست و این چیزها دیدین که تلویزیون اعلام کرد، گفت سوئیسیا با روزنامه دارن پوشک میکنن بچه‌هاشون. یعنی تا ثابت نکنه همه جای دنیا از ما بدبخترن، بدین میگه کالیفرنیا سوخت، اونجا کشتن، اونجا بردن جر دادن. ما خوبیم، ما اوکی، ما بالا، اونا اونتر. گزارشگر تلویزیون از آقای پرسید که آقا نظرتون در مورد این 30 سال مدیریت صدا و سیما چی بوده؟ که بسیار عالی، فوق العاده، خیر و برکت اومد تو زندگی من، رونق گرفت اقتصاد من، خونه خریدم، ماشین خریدم، ازدواج کردم. گفت چه توقعی داره از مدیران؟ گفت همینطور با همین فرمون، با همین قدرت برن جلو. گفت خودتون معرفی نکردین؟ گفت ناصر نصاب هستم، ماهواره نصب می‌کنم. و اما برای شکلگیری اتحاد در سطح گسترده، ابتدا لازمه که اکثریت خاموش و نظارگر و منفعل که پایین بودن سطح خودباوری و عزت نفسشون اونها رو دچار بی‌تفاوتی کرده، بر روی درمان روان خود کار کنن و سالم بشن. خصوصا امروز، امروز شما به خاطر که پول ندارید، دارید وزن داغون میشه، دارید زمین میخورید، دارید با چین رابطه برقرار کنید. 25 سال
خب یکی میگه خوبه است، یکی میگه بده، من نمیدونم، سر در نمیارم خوبه است یا بده. ولی خب به هر حال یه استفاده ازدون میکنن تا یه نفعی برسونن. عاشق چشم ابرومون نیستن هم تا نفع برسونن. حالا یا نفع دو طرفه یا بعدا معلوم میشه نفع او تنهاست، نمیدونیم. خب من یه پیشنهاد دیگه میکنم، همینطور که آقای علی تهرانی عفو کردید، اونهایی که دیگرانی که در خارجن بدتر از ایشون نیستن، خب همه شون عفو کنید. پول دارن میارن کشور آباد میکنن، امتیاز به هیچ بنی بشری هم ندارن، یک عمل قرآنی دینی انجام داده. به قول یکی میگفت که صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش رو، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی؟ خب اینقدر 40 سالش گرفتید بستی زدی چیکار کردی چی تو شد؟ خب الان شدید محتاج به همه، خب یه بارم برعکس عمل کنید. دیگران میگن بید با آمریکا بر رابطه برقرار کنید، میگوید نه گرگو میشید، من نگفتم با آمریکا، من میگم با ایرانیا خودمون، نمیگم هم ایرانیا خودمون رو مثلا بهش امتیاز بدیم، نه فقط همون چیزی که دین میگه، همون کاری که با علی تهرانی کرده، اون فحش داده، توهین کرده، اهانت کرده، هیچ کارش نداره، اومده خب پیر است، یه 90 سال 100 سالش یه خوش داده مثلا نفس میکشه نون میخوره، دیگران رو بهش اجازه بده، پول دارن میارن کشور آباد میکنن، نه کمونیستن، نه نمیدونم دنبال چیه، امنیت هم بشیم. خب چرا کار نمی کنید؟ این بهتر نیست؟ قانون، خب میگویدی قانون برای اون علی تهرانی مورد عفو قرار گرفت، خب بقیه چشونه که مورد عفو قرار نگیره؟ یه میگوید دین نگفته، دین تا ابو تا هند جگرخوار و ابو سفیان هم بخلید. اگه دین میگوید دین امام سجاد خانواده مروان رو که تو جنگ جمل بوده، تو جنگ صفین بوده، تو جنگ نه همه جا دست اینا بوده، تو کشتن امام حسین بوده، امام سجاد اینا را داد، بیه تو قریه که با زن و بچه هستن، زن و بچه امام سجاد برای اینا کمک میکردن، قضا بهش میدادن تا آشوب خوابید. تو چرا؟ و این در حالیه که جمهوری اسلامی بیشتر ما رو با تحت فشار قرار دادن از هر سو به انواع بیماری های روانی دچار کرده که ماحصل اون چیزی جز پراکنده کردن ما و دوری کردنمون از یک دیگر نداشته باشه. رژیم آخوندی آرزو داره که ملت ایران به هر دلیلی از یک دیگر متنفر باشن و در مشکلات به داد یک دیگر نرسن، چون حکومت بر مردمی پراکنده بسیار آسانتره. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.